در خط خبرها. نتانیاهو به سیم آخر زد. پرواز در منطقه ممنوعه واشنگتن و صدای انفجار مهیب. حملات توپخانه‌ای و موشکی سنگین روسیه به اوکراین. و استولتنبرگ: سوئد الزامات پیوستن به ناتو را برآورده کرده است. سلام، به این سرویس خبری با من فاطمه از کانال خبرکده خوش آمدید. نتانیاهو به سیم آخر زد. به گزارش مونیبان، در پی تازه ترین گزارش فصلی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره موضوعات پادمانی و اجرای برجام در ایران که در آن اعلام شد، یکی از سه مکان مورد بحث در مریوان بررسی، حل و فصل و بسته شده است. وبگاه خبری جویش نیوز سیندیکیت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، امروز در نشست هفتگی کابینه اش در واکنش به این گزارش با تکرار ادعاهایش علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت: ایران به دروغگویی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌دهد. تسلیم شدن آژانس در برابر فشار ایران یک سابقه بد در عملکرد آن محسوب می‌شود. به نوشته این وبگاه خبری، نتانیاهو در ادامه با ادعای اینکه چند سال پیش اسناد هسته ای ایران را از آن خارج کرده است، ادعایی که توسط مقامات وقت ایران رد شده بود، گفت: وقتی ما 5 سال پیش آرشیو هسته ای سری ایران را از آن خارج کردیم، اطلاعاتی را برای جهان فاش کردیم. اطلاعاتی که بدون ابهام ثابت می‌کرد ایران از موارد توافق شده در زمینه بازرسی‌ها تخطی کرده و در زمینه هسته‌ای برای رسیدن به اهداف نظامی و غیر نظامی و بی‌خطر فعالیت می‌کند. پرواز در منطقه ممنوعه واشنگتن و صدای انفجار مهیب. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، شنیده شدن صدای شبیه انفجار در بخش وسیعی از واشنگتن دی سی هراس ساکنان این شهر را در پی داشت. شمار زیادی از ساکنان این شهر در توییتر شامگاه یکشنبه به وقت تهران گزارش دادند که صدای شبیه انفجار شنیدند که باعث لرزش زمین شده است. با وجود این، خبرگزاری رویترز لحظاتی بعد گزارش داد اداره آتش نشانی و مقام‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا گفتند گزارشی از وقوع هیچ حادثه‌ای دریافت نکردند. شبکه خبری اسکای نیوز نیز در یک خبر فوری این انفجار را مهیب و مرموز توصیف کرد. حساب کاربری این شبکه خبری در توییتر نوشت: صدای یک انفجار مهیب و مرموز توسط ساکنان واشنگتن دی سی شنیده شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی بر این روایت صحنه گذاشت و مدعی شد صدای شنیده شده در واشنگتن ناشی از یک رزمایش نظامی بوده که باعث به لرزه درآمدن خانه‌ها و ایجاد هراس شده است. اما اندکی بعدتر جزئیات جدیدی به این واقعه اضافه شد و برخی منابع خبری گزارش دادند: پرواز یک هواپیمای کوچک بر فراز منطقه پرواز ممنوع باعث به پرواز درآمدن جنگنده‌ها شده است. حملات توپخانه‌ای و موشکی سنگین روسیه به اوکراین. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای از حملات هوایی دیشب موفق نیروی هوایی ارتش روسیه به فرودگاه‌های نظامی اوکراین خبر داد. وبگاه آرتی روسیه شامگاه یکشنبه گزارش داد: در جریان حملات موشکی نقطه زن شب گذشته که به طور گسترده و همزمان در فرودگاه‌های نظامی کیف صورت گرفت، مراکز فرماندهی، سامانه‌های راداری، تجهیزات هواپیمایی و انبار مهمات منهدم شدند. وزارت دفاع با انتشار بیانیه‌ای جزئیاتی از حمله موفق هوایی شب گذشته را تشریح کرد. در این بیانیه آمده است که موشک‌های نقطه زن روسیه آشیانه هواپیماهای بدون سرنشین ارتش اوکراین را در حومه شهر دنیپروپتروفسک اوکراین مورد اصابت دقیق موشک‌های با برد بالا قرار داد. و استولتنبرگ: سوئد الزامات پیوستن به ناتو را برآورده کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راشا توزی، ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو با این ادعا که استکهلم تمام درخواست‌های امنیتی آنکارا را برآورده کرده، از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواست تا به الحاق سوئد به این ائتلاف نظامی چراغ سبز بدهد. استولتنبرگ پس از جلسه با اردوغان و مقامات دولتی عالی رتبه دولت ترکیه در استانبول گفت: سوئد برای برطرف کردن نگرانی‌های ترکیه، گام‌های ملموس و قابل توجهی برداشته و تعهداتش را محقق کرده است.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی امیدوار است که در اجلاس پیش روی این ائتلاف که 11 و 12 جولای، 20 و 21 تیر در ویلینیوس پایتخت لیتوانی برگزار می شود، سوئد را به عنوان عضو جدید بپذیرد. با این حال ترکیه و مجارستان هنوز الحاق این کشور را تایید نکردند. موافقت هر 31 عضو ناتو برای تایید الحاق نامزدهای پیوستن به این ائتلاف ضروری است. ممنون که تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید. برای مطلع شدن از آخرین تحولات ایران و جهان ما را دنبال کنید.